Guess you won't have to worry about the suds on that one. Be careful, dear. I don't want you stepping on any shards. I'll handle it. The large bags with the leaves. Grab the white one. Laura, shut off the stove. Laura, turn off the stove. We're going to end up with no hot water and a burnt kettle. For heaven's sakes, what's wrong with you? Come down, please. We say yes. We say please. We clean up. We? You mean you. When I wash the fucking dishes, I do leave some soap on them because I figure if it cleans dishes, it can help us. Hopefully I'll step on a piece of glass to distract me from your bitching. And the worst part is the way you dear and honey me. That is so creepy. You're crazy. Look, I have my own way, and if you can't handle that, then... Honey, I was just trying to help. Don't honey me! J'ai un enfant. 7 ans. فقط ما 3 تا فکر میکنم ما میتونیم ببین علی جان من از زحماتت ممنونم از پیشنهادت ممنونم میدونم که خودت رو به آب و آتیش زدی که اینجور چیزها رو برای ما فراهم کنی ولی ما نمیتونیم همین جوری ول کنیم بریم ما نمیتونیم فک و فامیلمون رو پشت سر بذاریم نمیتونیم مردممون رو فراموش کنیم نمیتونیم همینجوری مملکتمون رو ول کنیم بریم که چی؟ آقا بعد از چندین هزار سال جنگ ها و تجاوز ها یونانی ها و اعراب و حالا ما به خواست خدا هنوز اینجا هستیم و اینجا میمونیم چرا؟ چون ما آدم هایی هستیم که مقاومت میکنیم ما آدم های مقتدری هستیم ما ایرانی هستیم چو ایران نباشد تن من مباد میفهمم مورا جان ولی میخواستم بگم میشه این زن حرف بزنه؟ نه ببخشین میشه این زن ایرانی حرف بزنه؟ چه ایرانی چه غیر ایرانی همشون دائم حرف میزنن وقتی این زن ایرانی حرف میزنه این مرد ایرانی باید گوش بده چشم بفرمایید مرد باید مغرور باشه مرد باید به خودش افتخار کنه ولی قبل از همه چیز مرد باید مواظب خانوادهش باشه الیکا جان این حرفا بدون خانواده احترام و افتخار و حتی ملیت چه اهمیتی داره مسئولیت یه مرد کشور یه مرد با خانوادهش شروع میشه عزیزم این حرف... من میخوام با صراحت حرف بزنم هم برای تو هم برای علی به خودم هم با صراحت گفتم من نمیخوام بمیرم خسته شدم از اینکه هر وقت پات از خونه میذاری بیرون بترسم که دیگه بر نمیگردی علی داره بهمون یه راهی نشون میده که بریم یه جایی که امنه یه جایی که امنه؟ کجا امنه؟ کجا امنه؟ من پامو از در میذارم بیرون امنیت ندارم تو هم تو این 4 دیواری امنیت نداری این فقط یه 4 دیوار یه سقفه نمیتونه فکر و ذکر و روح و جسم تو رو محافظت کنه نه تو تهران نه تو شمال نه تو جنوب نه تو ترکیه نه تو فرانسه نه حتی توی آمریکا پس امنیت کجاست دیگه امنیتی وجود نداره